امام صادق علیه السلام است، یکی از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام است، به نام فضال. خیلی حدیث قشنگی است. یه روزی داشت از جلوی مسجد کوفه میرفت، رسید دید ابو حنیفه رو منبر داره درس میگه. به دوستش گفت بیا بریم من چهار کلمه ابو حنیفه حرف بزنم شیعش کنم. گفت بیا بریم، مگه این شیعه میشه؟ گفت تو بیا بریم. اومد تو نشسته گفت آقای ابو حنیفه. گفت بله. گفت من سنیم اما یه برادر دارم شیعه است، هر چی باش برهان میارم که بیا سنی شد، اولی و دومی بر امیرالمومنین برتری دارن، قبول نمیکنه. تو یه برتری به من بگو، من برم به اون بگم. گفت برو بهش بگو دلیل بر افضلیت اولی و دومی بر امیرالمومنین این است، دلیل بر این که ابوبکر و عمر بر امیرالمومنین افضل و اشرف و برترن و لایقتر به خلافتن این است که در تمام جنگا ابوبکر و عمر تو خیمه فرماندهی بغل پیغمبر اکرم نشسته بودن، اما علی تو میدون می جنگید، معلوم میشه اینا افضل و اشرفن. گفت آقای ابو حنیفه من اینا بهش گفتم، همیدونم نوشتید، قبولم داریم. اینا که بهش گفتم، برگشت گفت اتفاقا همین که اون دوتا پلو پیغمبر نشسته بودن و علی تو میدون می جنگید، خود این دلیل بر افضلیت علی ابن ابی طالب است. گفت چطور؟ گفت تا بهش گفتم. گفت خدا در قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا اونایی که تو میدون می جنگیدند و بر اونایی که نشسته بودن برتری داده. حدیث خیلی مفصله، بحثم نمیخوام بمونه، کار بیخ پیدا میکنه، ولی میخوام بشنون، میخوام بدونن. گفت برو بهش بگو دلیل بر افضلیت ابوبکر و عمر بر علی این است که قبر ابوبکر و عمر چسبیده به قبر پیغمبر است، ولی قبر علی 200 فرسخ اون طرف تر است. گفت اتفاقا منم همین رو بهش گفتم. گفت خدای منان میفرماید لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، تو خونه پیغمبر بدون اجازه نباید وارد بشید، پیغمبر مرده بود. اینا به اجازه کی اومدن تو خونه پیغمبر اکرم؟ اینا که گفتم، گفتش که برو بهش بگو به داداش شیعه. حالا هنو نمیفهمه، ماشاءالله عالمشون رو ببین هوش میکنه، هنو نمیفهمه. مگه بودم تا میگفت ره میرفتم رشت، اما هنو نمیفهمه. گفت برو بهش بگو که هر سبت بر این که ابوبکر و عمر، عایشه و حفصه دخترای اولی و دومی زن و پیغمبر بودن، هر سبت بر این که بابت مهرشون باباشون تو اتاقشون دفن کردن. گفت آقا اتفاق همینا بهش گفتم. گفت آیه قرآن کریم میفرماید که هر سبت بر این که یا ایها النبی، هر سبت بله یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. در زمان پیغمبر اکرم با هر زنی ازدواج میکردن مهرش پول بود، همون وقتا هم بهش میدادن. پیغمبر اکرم با عایشه و حفصه که ازدواج کرد، مهرشون رو همون وقت پول بهشون داد، مهری از پیغمبر طلب نداشتن تا بابتش تو زمینش دف بشن. گفت برو بهش بگو مهر نبود، ارث بود. گفت اتفاقا بهش گفتم. گفت ارثم نیست. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه ابوبکر از پیغمبر حدیث نقل کرده است که پیغمبر اکرم فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما انبیا ارث از خودمون جا نمیذاریم، لذا فدک رو از فاطمه زهرا گرفت. گفت ارث نیست. این اولا ارث نیست، و ثانیا ارث زن از اعیانی است نه از زمین. یعنی اگر مردی از دنیا رفت یه خونه داشت 100 متر بود، 100 متر زمین، 100 متر ساختمان، 100 متر زمین هیچی، 100 متر ساختمان را قیمت میکنن، اگر بچه دارد این آقایی که مرده یه هشتم از قیمت اعیانی بهش میدن، از زمین ارث نمیبره. نصوص فتوای همه است. این ثانی هم و ثالثا رسول اکرم که از دنیا رفت، ما فرض بگیریم که از این یه اتاق 3x3 9 متر یه اتاق داشت پیغمبر اکرم، 9 متر 3x3 این اتاق، فرض کن عایشه و حفصه از پیغمبر ارث ببرن، فرضم بکن که از زمین ارث ببرن که در هر دو صورت نیست، فرض کن ارث ببرن، بر فرضم ارث ببرن، اینجور نیست. چرا؟ چون که یک هشتم از 9 متر چقدر میشه؟ یک هشتم از 8 متر میشه 1 متر، یه هشتم از 1 متر هم میشه 12 سانت، 1 متر و 12 سانت، 1 متر و 12 سانت را باید 9 تا زن تقسیم کنن.
یه متر و 12 سانت را باید 9 تا زن تقسیم کنن. 9 تا زن تقسیم بر یه متر و 12 سانت، 9 تا 15 تا، 9 تا 10 تا، 90 تا میمونه 22.5. 9 تا 2 تا هم 18 تا. زنی 12 سانت و نیم، 12 سانت و نیم، 12 سانت و نیم اگر عایشه از زمین ارث ببره، حفصه از زمین ارث ببره، 12 سانت و نیم بهش ارث میرسد. یه بابا اونجا دفع کرده است 200 کیلو. حفصه یه بابا اونجا دفع کرده است 300 کیلو. کی بهش می کجا جاش میشه اینا؟ گفت تو نداداش داری نشی از خودت، پاشو برو گم شو. ابو حنیفه گفت اینا